میگوید دو نرخی شدن بنزین در آینده اشکالی ندارد. بنزین چگونه قیمت گذاری شود تا هم خودروها حرکت کنند و هم چرخ اقتصاد ایران؟ مقصد نامعلوم، مسیر ناهموار. گزارش بی بی سی از سفر پرخطر پناهجویان ایرانی به اروپا. برای من که فقط اون آدمی نبود که مرد، برای من تمام اون سالهایی بود که من باش زندگی کردم و شخصیت من کنار پدر من شکل گرفته. و 20 سال پس از قتل‌های زنجیره‌ای، تلاش بازماندگان برای حفظ میراث کشته شدگان. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. باز هم قیمت سوخت در ایران خبرساز شده. آیا باید دولتی که بر گنجینه نفت ایران نشسته بخشی از درآمدش را به سفره مردم ببرد تا عدالت وعده داده شده اجرا شود؟ یا باید به بازار اجازه داد خودش قیمت را تعریف کند؟ حسن روحانی رئیس جمهوری میگوید راه حلش برای مشکلات کنونی دو نرخی کردن بنزین است. اما دو نرخی کردن یعنی همچنان سوبسید دادن. در شرایط کنونی ایران چنین سوبسیدی کمک میکند؟ و اگر قرار باشد نرخ بنزین آزاد شود، تکلیف کارگران و قشر بزرگی از مردم که در حوالی خط فقر زندگی میکنند چه میشود؟ جزئیات بیشتر از شیدا هوشمندی. در آستانه تصویب بودجه سال جدید، قیمت سوخت باز هم محل بحث شده. چه اشکال داره که ما سوخت رو دو نرخه کنیم برای کسی که درست رانندگی میکنه، برای کسی که احتیاط نمیکنه؟ حالا تو کشور ما سوخت نرخ ثابت داره همیشه. تو دنیا که اینجوری نیست. تو دنیا روز تعطیل سوخت یه نرخ داره، روز کار یه نرخ داره، موقع شلوغی یه نرخ داره. نرخ ها روز به روز ساعتی، شما باید نگاه کنی به پمپ بنزین میرسی که الان بنزین چنده. این نیست که دیروز زدی چند بوده. موضع رئیس جمهوری مبهم است. معلوم نیست هدف دو نرخی کردن سوخت مثل بازار ارز است یا شناور کردن قیمت. اما به نظر می رسد سیاست سهمیه بندی بنزین و توزیع کارت سوخت در ماه‌های آینده در دستور کار دولت باشد. معنی آن حفظ دستوری قیمت سوخت و جلوگیری از واقعی شدن آن متناسب با رشد تورم سالانه است. آثار و تبعات آن مشخص: مصرف بالا، قاچاق و ایجاد رانت. همزمان مردم مدت هاست به دریافت یارانه و مصرف سوخت ارزان عادت کردند. یارانه‌ای که هزینه‌اش از جیب خود مردم بیرون می‌رود، چون نتیجه آن تورم است. روزانه رقمی به بزرگی 400 میلیارد تومان یارانه بنزین توزیع می شود. از این رقم بالاترین دهک درآمدی 100 میلیارد تومان سهم می گیرند و قاچاقچیان 80 میلیارد تومان. سهم پایین ترین دهک درآمدی از یارانه اما بسیار کمتر از دو گروه دیگر و حدود 10 میلیارد تومان است. این موضوع رو باید روش انگشت گذاشت که در حالی که یارانه بنزین در ایران حدود 400 میلیارد تومان هست، برای هزینه عمرانی فقط و فقط 140 میلیارد تومان در روز اختصاص پیدا کرده، یعنی چیزی حدود یک سوم. انتظار عمومی برای ارزانی سوخت مختص ایران نیست. این اعتراض سراسری جلیق زردها در فرانسه است. اعتراض ابتدا به سیاست افزایش قیمت سوخت بود و بعد به دیگر سیاست‌های دولت هم کشید. در ایران هم حساسیت عمومی نسبت به قیمت سوخت بالاست و دولت‌ها از آن آگاه. قیمت بنزین در ایران یکی از پایین‌ترین‌ها در جهان است. حدود 29 سنت در لیتر. یعنی حدود یک چهارم متوسط جهانی. در میان کشورهای نفت‌خیز تنها ونزوئلا سوختی ارزان‌تر از ایران دارد. اما قیمت بنزین در عربستان تقریبا دو برابر ایران، بنزین اسرائیل گرانترین در منطقه، در نروژ با ذخایر بزرگ انرژی قیمت بنزین نزدیک 2 دلار و گرانترین سوخت جهان در هنگ کنگ کمی بیش از 2 دلار است. ایران کشوری با منابع عظیم نفت است. به همین خاطر بسیاری بالا رفتن قیمت فرآورده‌های نفتی مانند بنزین را نماد بی‌عدالتی می‌دانند.
اما تحقیقات نشان می‌دهند که ارزانی سوخت لزوماً توانایی خرید مردم را بالا نمی‌برد. این قیمت بنزین در ایران و این قیمت در نروژ که نزدیک به 7 برابر ایران است. با اینکه بنزین در ایران ارزان‌تر است، سهمش در سبد هزینه ایرانی‌ها در مقایسه با نروژی‌ها بزرگتر است. سطح درآمد خیلی خیلی از نروژ کمتره و ایران نمی‌تواند تا سطح نروژ در واقعی کردن قیمت‌ها پیش بره، مگر اینکه راه‌هایی رو که بعضی از کارشناسان ایرانی پیش‌بینی کردند یا پیشنهاد کردند ما اونها رو در نظر بگیریم. به این معنی که سهم بنزین به صورت مساوی در اختیار تک تک افراد مردم قرار بگیره و بعد کسانی که و قیمت‌ها واقعی بشه و بعد کسانی که بخواهند اراده داشته باشند بتوانند این سهم خودشون رو، سهمیه خودشون از بنزین رو به صورت عادی با قیمت عادی به اونهایی که نیاز دارن، طبقات ثروتمند، این سهم رو بفروشن. دولت در حالی به پایین نگه داشتن قیمت سوخت ادامه می‌دهد که میزان پرداخت یارانه انرژی در جهان طی سال‌های اخیر تقریبا نصف شده. به نظر می‌رسد پیچیدگی‌های وضعیت ایران شرایط این کشور را متفاوت کرده، شرایطی که هم ادامه‌اش هزینه بر است و هم مسیر تغییرش می‌تواند در کوتاه مدت پر پیچ و خم باشد. شیدا هوشمندی، BBC. تخمین زده می شود از حدود 30,000 ایرانی که در نزدیک به یک سال اخیر وارد صربستان شدند، حدود 10,000 نفر از آنها، یعنی 1/3، برنگشتند. جمعیتی که احتمالاً در اردوگاه‌های پناهندگان ماندند یا از طریق مسیرهای غیرقانونی و خطرناک به طرف شمال و غرب اروپا حرکت کردند، عمدتاً برای شروع زندگی بهتر. صربستان کشوری کوچک در شرق اروپا به این امید مقررات ویزا با ایران را سهل کرده بود که گردشگری را توسعه بدهد، ولی بعد از ماندن هزاران ایرانی در این کشور مقررات ویزا را به حالت قبل برگرداند. تب مهاجرت و پناهندگی چقدر در ایران گسترده است؟ کمتر کسی است که سختی‌های مسیر قاچاق را نداند، ولی چرا بسیاری این خطر را به جان می‌خرند؟ جزئیات بیشتر از رعنا رحیم‌پور. رو در روی مرگ آویزان زیر کامیون در راه صربستان به کرواسی. پناهجویان به این کار می‌گویند گیم زدن یا بازی. قماری که بازنده گاهی جانش را می‌بازد. هفته پیش پدرام 40 ساله بعد از بیش از 2 سال تلاش و ده‌ها بار گیم زدن در جنگلی در مرز کرواسی از سرما یخ زد. مسیری پرخطر که ایرانیان بیش از پیش به آن پا می‌گذارند. این مرد می‌گوید فعال سیاسی کرد است و در ایران جانش در خطر. به دلایل سیاسی مایل از چهره‌اش دیده نشود و با نام مستعار علی گفتگو می‌کند. علی تقریباً 2 ماه پیش خودش را به بلگراد رساند و از اینجا با قاچاقبر به بوسنی رفت. آنجا اما گیر افتاد. پلیس 4 بار منو گرفت. هم گوشی، هم پول ما را از من گرفت. برگشتیم دیگه لب آب، دوباره 100 یوروی دادیم ما را بردن اون برای باقایق. خب بعد از اینکه از بوسنی براتون گردوندن شما برگشتیم اینجا، این چند روز چی کار کردیم؟ مجبور شدیم تو این خرابات بخوابیم شب و تا صبح. تقریبا خواب نبود دیگه، همینطوری میشستیم دیگه. حالا تو این سرما آدم خوابش نمیبره. علی هم مانند پدرام دوباره میخواهد به دل جاده بزند. کامیون درسته؟ آره. همون 3000 تاست؟ آره همونست. باشه، دست بدر نکن. ایرانیان زیادی در مدت کوتاهی که ورود به صربستان آزاد بود به این کشور آمدند. به گفته مقامات صربستان در سال جاری میلادی حدود 27,000 ایرانی وارد این کشور شدند. بر اساس آمار غیررسمی 10,000 نفرشان به ایران برنگشتند. موضوعی که باعث شد در مهر ماه صربستان معافیت ویزا برای ایرانیان را لغو کند. به دلیل سرمای زمستان مراجعان مرکز پذیرش پناهجو افزایش یافته. پناهجوهایی که میرسن و موفق نمیشن خیلی راه‌های مختلف رو امتحان میکنن از تمام مرزهای بالکان، یعنی تلاش میکنن از مسیر بوسنی، از مسیر کرواسی، از مسیر حتی مجارستان و رومانی، همه این راه ها رو امتحان میکنن و زمانی
پیش ما میان که مستعصر شدن و خسته شدن و راه برگشت و راه پیش رو ندارن. میعاد نخاولی میگوید پناهجویان با وعده و وعید قاچاقبرها گول میخورند. خیلی از این قاچاقچیایی که اینجا هستن به وعده‌هاشون عمل نمیکنن. ما روزانه میبینیم که چقدر پناهجوی ایرانی اینجا مستعصر میشن. برای همین بسیار محتاط باشن، بسیار دقت کنن و پناهجویی و این شکل ترک کردن کشور رو آخرین گزینه‌شون باشه. سریا هم از جمله ایرانیانی است که بسیاری از مرزهای بالکان را امتحان کرده. هر بار به در بسته خورده. یه سری از تو جنگل‌ها از زیر فنسام خواستیم رد شیم که پلیس گرفت برگردون. یه سری با قطار بودیم که تو قطار قایم شدیم پلیس گرفت برگردون. باید حتما با کامیون برم. و کامیون ها هم الان خیلی دارن سخت میگیرن، یعنی بالا برم چادر رو بشکافم بپرم تو کامیون با یه دخترم که خیلی کار سختیه. این رفت و برگشت ها کم هزینه نیست. سمیه که نام مستعار این زن است با شوهر و دو بچه اش بیش از 2 سال است که در کمپ پناهجویان زندگی میکنند. میگوید به دلایل امنیتی نمیتواند به ایران برگردد. رنده که دوست نداره تو این قفس بمونه یا تو محیطی که دوست نداره خودشو انقدر میزنه به قفس با میمیره. هر باری که گیر میرفتم میگفتم یا میرسم یا میمیرم. کابوس کودکانی که سهمشان از کودکی بازیست، گاهی با جان. امید علی برای یافتن سرپناه امروز هم بی نتیجه ماند. دیگه زمستونی باید دیگه سرپناه پیدا کنم. علی امشب رو هم مثل شب‌های گذشته، 6 شب گذشته مجبوره که در یک خرابه بخوابه، منتظر اینه که بتونه از پلیس مجوز بگیره که در کمپ یا موتل‌های اینجا اقامت داشته باشه و امیدواره که بتونه از طریق گیم زدن خودش رو به اتحادیه اروپا برسونه. علی در آرزوی یافتن سرزمینی امن و آزاد در دنیای تاریک و پرخطر پناهجویی. رنا رحیم‌پور، بی بی سی. کارگاه ایرانیان شهر هانوفر یاد قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز 77 در ایران را گرامی داشته. تأکید برگزار کنندگان این مراسم بر محکومیت برخوردهای خشونت‌آمیز در تمامی 4 دهه گذشته و فراموش نکردن ابعاد آن در ایران بود. یادمان 20مین سالگرد قتل‌های سیاسی با نمایشگاه نقاشی، موسیقی و سخنرانی اعضای خانواده قربانیان این قتل‌ها برگزار شد. جزئیات بیشتر از مریم انصاری از هانوفر آلمان. نقاشی‌هایی که از رنج، از دلتنگی، از جنایت می‌گویند. نمایشگاهی علیه فراموشی. هنرمندانی که آثارشان به مناسبت 20مین سالگرد قتل‌های سیاسی پاییز 77 به نمایش گذاشته شده، همین دوره را به تصویر کشیدند، هم خود بخشی از تصویر این دوره و متأثر از آنند. نقاشی های مریم حسینزاده، همسر محمد مختاری، که میگوید رنگ ها به او توان به پا خواستن و بیان ناگفته ها را داده است. 3 پوستر از نقاشی های نازنین پوینده، دختر محمد جعفر پوینده، که قتل پدرش زندگی او را برای همیشه تغییر داد. ببینید وقتی که شما نقاشی میکنین، نقاشی عشقیه. تا هر چیزی که به عشق وابسته باشه به شما حس زندگی میده. همین کمک میکنه که شما چیزای وحشتناک زندگی رو کم کم پشت سر بگذاری. چیزی که دردناکه اینه که راجب بابا که صحبت میشه، همیشه راجب مرگش صحبت میشه، به خاطر اینکه به خاطر حس مسئولیت ما نمیخوایم این قضیه فراموش بشه. منتها پدر من فقط برای من که فقط اون آدمی نبود که مرد، برای من تمام اون سالهایی بود که من باهاش زندگی کردم و شخصیت من کنار پدر من شکل گرفته و قسمتی از پدر من با منه که زنده است، همیشه هست. زمانی که سخن از قتل‌های سیاسی دهه 70 می‌شود، دستگاه قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به 4 نام اکتفا می‌کند: پروانه اسکندری و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده. این نمایشگاه اما نام‌های بسیار دیگری را برمی‌شمارد. بسیاری دگراندیشان و معتقدان که نه فقط در ایران که در آن سوی مرز نیز به قتل رسیدند.
به واقع این دادخواهی فقط برای 4 نفر نیست. من تردید ندارم که پروسه دادخواهی 4 قتل سیاسی در ادامهش بسیاری از خانواده ها رو و بسیاری از نگاه ها رو به اون افرادی که بیرحمانه از بین رفتن و بیرحمانه تر مورد سکوت قرار گرفتن، سکوت رسانه‌ای و در واقع به این خانواده دادخواهی باید یه خانواده بزرگی بشه. دیر یا زود، ولی من مطمئنم این امر اتفاق میفته. زنده میمانند حتی اگر پیکرشان به خاک سپرده شدند. برگزار کنندگان مراسم میگویند که پرونده قتل‌ها مثله شد تا بستر ذهنی و ساختار سازمانی این جنایات روشن نشود. توی 20 سال الان ما به اینجا رسیدیم که دادخواهی قضایی با توجه به شرایط ایران و با توجه به نامناسب بودن شرایط توی شرایط بین المللی ما الان امکانش رو نداریم. من الان خودم شخصا که فکر میکنم دیگر خانواده ها هم به این مسئله رسیده باشن، تمرکز رو گذاشتیم روی دادخواهی سیاسی. و دادخواهی سیاسی از نظر من یک تعریف داره و تعریفش هم این هستش که اندیشه های این افراد، اندیشه هایی که این افراد به خاطرش باید ترور می شدن، این اندیشه ها حفظ بشه. باید دادخواهی خودم رو با دادخواهی دیگر کشتارهایی که تو ایران صورت گرفته، مادران خاوران، مادران پارک لاله، اینها باید در موازات هم، من فکر می کنم که باید در کنار هم باشن و این حرکت دادخواهی ما رو قدرتمندتر می کنه برای گام های بعدی که می تونیم برداریم. نوعی از حمایت در فضای عمومی هست، نوعی از پشتیبانی از این خواست وجود داره. متاسفانه همه جا امکان بروزش نیست. امسال هم مراسم بزرگ داشت محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در امامزاده طاهر که کانون نویسندگان ایران و خانواده هاشون دعوت کرده بودند به اون، ممنوع اعلام شد. درهای اونجا رو بستند تا اون جایی که من شنیدم و کسانی که آمده بودند حتی اجازه این رو پیدا نکردند که کنار اون دو مزار برای لحظه‌ای بایستند. دیوار یک زندان، کاری از بهروز نقیپور، هنرمند و ساکن نقاش هلند. این دیوار سالها در مکانهای مختلف به نمایش گذاشته شده و هر کس نام آشنا یا عزیزی از قربانیان سرکوب را بر آن نوشته. بار سنگین این قتل‌ها روی وجدان عمومی سنگینی می‌کنه. همچنان یک معضله، همچنان یک بقرنج اجتماعیه. آفتاب آتش بی‌دریغ است. این جمله ایست از شعری از شاملو که در تابلوی ابوالقاسم شمسی، هنرمند ساکن آلمان، تکرار شده. برای 20 سال قتل‌های زنجیره‌ای و تداوم یک دادخواهی تاریخی. مریم انصاری، هانوفر. مرتضی مشهور به مسی کوچک این روزها در کابل زندگی می کند. کودکی که با پوشیدن یک کیسه پلاستیکی شبیه لباس تیم ملی آرژانتین مشهور شد. حالا اما حمله طالبان به ولسوالی جاغوری ولایت غزنی خانواده مرتضی را به کوچ اجباری به پایتخت واداشته. به گفته خانواده او، شهرت مرتضی هم آنها را به دردسر انداخته. زینب آوین خبرنگار ما در کابل به دیدار مرتضی و خانواده‌اش رفته. اینجا 20 روزی است که محل بازی مرتضی شده بعد از ترک خانه در غزنی، حیاتی که زمینش خاکی است و وسعتش کم، اما مسی کوچک با رویاهای بزرگ هر روز با دوستش در آن فوتبال بازی میکند. با لباسی که مسی ستاره تیم فوتبال بارسلونا برایش فرستاده با امضای روی آن. مرتضی چند روزی است که دوباره مورد توجه رسانه ها قرار گرفته، اما این بار به دلیل فرار از غزنی و آمدن به کابل. حمله اخیر طالبان به ولسوالی جاغوری خانواده او را مجبور به ترک زادگاه کرده.
حالا این خانواده 6 نفری به دور از پدر خانواده که در غزنی مانده در یک اتاق کوچک کرایی در غرب پایتخت زندگی میکنند با کمترین امکانات. طالبو که در انگوری رسید مو آمادی مو فرار کدی نه ساعت 8 بجه شاو که از جاغوری که مو آمادی فقط قنجقیم سکالای جان کماتی یه چیز خدا آوردن نتنیزدی آمادی 5 شاو در سید آماد مندی بسه 1 شاو در بامیان مندی بسه نیش در کابول آمادی نیش در کابول کمدی یک اتاق گرفتی اتاق هم 5000 کرا میدی یک اتاق یک دالیش شد. مادرش میگوید شهرت مرتضی برای خانواده به جز دردسر چیز دیگری نداشته. تهدید به ربودن مرتضی و مورد تمسخر قرار گرفتن از سوی اطرافیان سبب ترس و رنجش آنها شده. پیش از اینکه طالبو نمدادم و برود رو اونجا گشته شده نمتونست یا اولادهای ما در مطب رفته نمتونست یا مرتضی خود شده مطب رفته نمتونست و سوی دیگاه ما مطب نمو رفت مطب گرفته دی مو شو برو برو نمتونست نفرم این شده که گشه خانه از مو بود از این خاطر که مگفت یا طالبو که از این خاطر که مفت مرتضی دیگه اقدر پیسه دارده نم مسی اقدر کمک کده یا اقدر پیسه داره. مرتضی 2 سال پیش با نشر شدن عکسش در شبکه‌های اجتماعی به شهرت رسید. پسری 5 ساله با پلاستیک سفید آبی بر تن، مشابه لباس لیونل میسی در تیم ملی آرژانتین. این عکس در شبکه‌های اجتماعی به گونه گسترده همرسانی شد. بعد از چندین ماه انتظار سرانجام مرتضی میسی را دید. در دیدار دوستانه تیم فوتبال بارسلونا با تیم الاهلی عربستان در قطر. دیداری که برای مرتضی بیشتر به رویا میماند تا حقیقت. بعد از این ملاقات کوتاه مرتضی دوباره به افغانستان و زادگاهش غزنی بازگشت. حالا او در آرزوی دیدار دوباره مسی است. آرزویی که معلوم نیست تحقق خواهد یافت یا نه. زینب آوین، BBC، کابل. کابینه افغانستان طرح تازه امتحان کنکور را تصویب کرده که بر اساس آن 25% فرصت‌های تحصیلی در دانشگاه‌ها به داوطلبان ولایت‌های کمتر توسعه یافته اختصاص داده می‌شود. مقام‌های وزارت تحصیلات عالی می‌گویند که این طرح با هدف توسعه متوازن تحصیلات عالی و آموزش نیروهای متخصص محلی ارائه شده. جزئیات بیشتر از نسرین نوا، خبرنگار ما از کابل. نشست مطبوعاتی وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف درباره طرح بدیل رقابت در امتحان کنکور. دو وزارت امروز اعلام کردند که این طرح جدید زمینه ادامه تحصیل باشندگان مناطق کمتر توسعه یافته را فراهم می‌کند. گویا سهمیه بندی میشه ولایت‌ها و از مجموع ولایت‌ها به اساس تکاثف نفوذ تعداد گرفته میشه و به پوانتون‌ها معرفی میشه. این کاملا منتفی است. این یک طرح است که طرح همه جانبه است. هیچ ولایت از این گپ استثنا نیست، بازم تاکید میکنم هیچ فرد از این مستثنا نمیشه. حق هیچ کس در او 75% رقابت از بین نمیره. به اساس این طرح امتحان کنکور به 2 دسته سراسری و حوزه‌ای تقسیم شده. داوطلبان 2 گزینه دارند. آنها می توانند در امتحان سراسری کنکور شرکت کنند که سهمیه آن 75% فرصت‌های تحصیلی در دانشگاه هاست، و یا در یکی از 8 حوزه امتحانی فقط با داوطلبین همان حوزه در کنکور رقابت کنند. فرصت‌های تحصیل در این بخش فقط 25% است. با قلم به رقابت می روند. کلاس 400 نفری آمادگی کنکور در غرب کابل. از ولایات به مرکز آمدند تا به دانشگاه بروند. آزمون بزرگی پیش رو دارند. کنکور. برای نشستن روی صندلی این کلاس هر دانش آموز مکلف هست که چیزی نزدیک $200 هزینه بکنه. حالا خرج و مصرف های جانبی زندگی در کابل هم به یک طرف. در حالی که تمام این دانش آموزان از ولایت دوردستی آمدن که همواره با مشکلات اقتصادی یا ناامنی دست و پنجه نرم میکنن. میدانید که در ولایات امکانات آموزشی کم است و ناامنی زیاد. اینجا آمدم تا برای کنکور آماده شوم. در منطقه ما دکتر متخصص کم است و مردم برای درمان به کابل می آیند. به خاطر همین درس می خوانم تا دکتر شوم. زپخپل یو جای
کار کنم. من همزمان درس میخوانم و کار میکنم تا مصارف درسم را بپردازم. مردم در ولایات مشکلات اقتصادی و امنیتی دارند. اما ما میخواهیم درس بخوانیم و کسی شویم. وزارت تحصیلات عالی میگوید دانشکده‌های پزشکی، مهندسی، اقتصاد، حقوق و زراعت رشته‌های تحصیلی لازم برای توسعه است که مورد نیاز ولایت‌های کمتر توسعه یافته شناخته شده. ولایت‌هایی که کمتر در آن پیشرفتی دیده می‌شود. حکومت میگوید با این طرح تازه کنکور می‌خواهد کمبود متخصص در ولایات را جبران کند. نبود متخصص در شماری از ولایت‌های افغانستان مشکل عمده‌ای به شمار می‌رود. به طور مثال در ولایت پکتیکا تنها یک دکتر زن حضور داشت که او هم این ولایت را ترک کرد. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.